در واقع خلاصه اگر بکنیم، دموکراسی، داد یا عدالت اجتماعی و استقلال مضمون اصلی مبارزه برای دموکراسی هست و این نقطه مشترک ماست. نظر شما چی آقای بلد؟ بله، از موضوع شما کاملا با گفته های شما موافقم و یک مورد هست که من به هر حال رو این باید تاکید بیشتری بکنم. شما تو گفته هاتون گفتین که چه دلیلی داره که کسی که میگه من شیعه هستم و در اکثریت هستم باید حاکمیت داشته باشم. خوشبختانه الان ما در مبارزاتی که در چند روز اخیر ما در عراق و در لبنان داریم میبینیم هیچ کدام بر اساس مسائل مذهب و قومیت نیست. یعنی خواسته های مردم خواسته های مبارزه با فساد و خواسته های دموکراسی خواهی است. و این واقعا قدم بسیار بسیار مثبتی است که در خاورمیانه برداشته میشه. یعنی که جدا بشه از این مسئله قومیت و از این مسئله به اصطلاح مذهب، جدایی اینها. یعنی تأثیر این دوتا ما میدونیم که متاسفانه ضربات بسیار سنگینی وارد کرده. من اینو به فال نیک میگیرم و مطمئنم که در جریانات آینده ایران هم تأثیر خواهد گذاشت. 100% مطمئنم اینجوری خواهد بود. و نکته دیگه این که خواستم بگم که متاسفانه در دیروز یا پریروز مسابقات فوتبالی که در تبریز برگزار شده بود، من جاپای توته های جمهوری اسلامی میبینم که تماشاگران تبریزی به نفع حمله ترکیه به کردهای سوریه به اصطلاح شعار داده بودن، که این واقعا مایه تأسف است. ولی من 100% مطمئنم که این جاپای سپاه پاسداران هست و با یک اعمال حساب شده ای داره این مسائل پیش میبره. ولی با تمام نکاتی را که شما گفتید من 100% موافقم. مسئله ما مسئله استبداد هست و مبارزه با استبداد، و در این راه ما باید متحد و یک پاشه پیش بریم و به تنهایی هم قادر نخواهیم بود. و خوشبختانه روز به روز جامعه ما با آغوش باز و با استقبال بیشتری مواجه خواهد شد با این مسئله آزادی خواهی و دموکراسی خواهی که خواست همه مردم ما است. الان در شرایط کنونی صحبت ما باید بر اساس همین آزادی خواهی و دموکراسی خواهی باشه. بله، سپاسگزارم از شما. چه مورد خوبی رو در رابطه با این به اصطلاح آنچه که دامن زدن به اختلافات در واقع زبانی و اختلافات به اصطلاح حالا شکلهای مختلف داره که از لحاظ سیاسی به این تعبیر میشه که جدایی طلبی تعبیر میشه. واقعیت اینه که استبداده که زمینه های جدایی و پاریگه کشورها رو به وجود میاره. این استبداده. اتفاقا این دموکراسی هست که میره به طرف اتحاد. برای که برای دموکراسی جزء اصولش فرد مهم نیست که چه وابستگی مذهبی، جنسیتی، نژادی، زبانی داره. اصلا اهمیت نیست. فرد شهرونده. در دموکراسی حق شهروندیه که به رسمیت شناخته میشه. به همین دلیل هم اصلا صحبت از این که ما مثلا فرض کنید بر اساس زبان شکی نیست در آینده ایران یک پارچه، منتها ایرانی که زیر استبداد یک پارچه بشه. اون یک پارچگی برای استبداد در حقیقت یعنی تجزیه کشور. وگرنه ما خودمون خوب میدونیم که در ایران حرکت‌هایی برای آزادی رو استبدادها همیشه به عنوان تجزیه طلب مورد حمله قرار دادن. مسلمه مردم محرومه که مثلا فرض کنید در کردستان زندگی میکنن، بحث این رژیم هم نیست. اون فقر وحشتناکی که بر اونجا حاکم شده بود، بحث بر سر زبان کردی، صحبت به زبان کردی نیست. در دموکراسی مسلمه که شما باید انتخاب داشته باشی. همونجور که مذهب رسمی نیست، زبان رسمی هم نیست. ولی واقعیت اینه که کتابهای درسی و غیره و غیره الان به زبان فرض کنید بخشیش در ایران به زبان فارسیه. ولی برگردم به مثل آمریکا، در آمریکا شما داوطلبانه
میتونید یه زبان دیگه، حتی لازم نیست که به اصطلاح مکزیکی باشید یا علاقه به مکزیک داشته باشید که زبان اسپانیولی رو فرا بگیرید یا فرانسه رو بگیرید. جزء درسایی که میتونید انتخاب کنید. دوره های ابتدایی هست، دولت هم باید فراهم بکنه این امکانات رو. ولی اگر که منظورم که این مسائل مسائلی است که خیلی روشنه، کسانی که برای بازیابی استبداد به هر ترتیبی صحبت از یک پارچگی میکنن، اگر در زیر استبداد باشه چیزی جز تجزیه کشور نخواهد بود. راه حلش استقرار دموکراسیه، چون در دموکراسی شما مهم نیست در کجای کشور دارید زندگی میکنید و اصلا پدر و مادر یا خودتون به این نژاد و اون نژاد تعلق دارید یا به این زبان به اون زبان صحبت میکنید. اصلا امکان پذیر نیست که مثلا تقسیمات کشوری بر اساس زبان صورت بگیره. مسلمه که نه. مگه در این کشورهای دیگه ای که دموکراسی هست میان میگن که مثلا اون قسمتی که فرانسه صحبت میکنه جدا بشه؟ کانادا یکی از این موارده. و کشورهای دیگه که ما داریم که دو تا زبان رسمی شونه، ولی خیلی از این کشورها زبان انگلیسی رو چون زبان بین‌المللی فرا میگیرن، کسی هم مجبورشون نکرده. شما نگاه کنید، فقط این استبداده که همین اخیراً اعلام کردن زبان انگلیسی رو از درس‌ها حذف کنید. خب ببینید چقدر با عقل و دموکراسی ناسازگاره. فقط استبداده که این کارو میکنه. از اون ور زبان عربی خرافات و توسعه دادن هیچ اشکالی نداره، مردم رو به یک چیزهای موهوم گرایش دادن و روان جامعه رو مریض کردن اون اشکال نداره. انسانها رو به هر جرمی که هست در ملأ عام به دار کشیدن و خشونت رو این چنین در جامعه نهادینه کردن اشکال نداره. اما یه نفر توی فیلمی نشون بده که چه خشونتی علیه زنان هست، اشارم به توقیف فیلم خانه پدری هست همین اخیر که حتما در جریان هستید. شما فکر کنید که با بهانه واهی خشونت طرفان که حکومتی که خود در ملأ عام انسانها رو شلاق میزنه، دست قطع میکنه، پا قطع میکنه، رسماً در قانون مدنیش قصاص و غیره و جنایت نهادینه است. وقتی فیلم رو توقیف میکنن که شما سیاه نمایی میکنی. ببینید اینه دیگه، استبداد اینه. استبداد میخواهد برای ماندن در قدرت جامعه مرعوب، ترسو، روان پریش باشد، معتاد و بدبخت و دروانده و فقیر باشد. بلکه شما وقتی که فقر داشته باشی خب تن میدی، کلیت رو میفروشی، چه برسه به این که نظر و عقیدت رو برای چی نگه داری؟ به عبارت دیگه مادر تمام نابسامانی ها در کشور ما استبداد است. راه حل استقرار و نهادینه شدن دموکراسی. از شما سپاسگزارم. نکته پایانی رو به شما واگذار میکنم آقای بلدی و از حضور پرثمرتون در مبارزه برای دموکراسی و گذار از این استبداد همیشه سپاسگزارم. نکته پایانی اگر دارید بفرمایید. من نکته پایانی ندارم، فقط خواستم به شما بگم که خسته نباشید، واقعا پیگیرانه در راه آزادی و در راه استقرار دموکراسی دارید تلاش میکنید. امیدوارم موفق باشید، معید باشید. ما تنها نیستیم. از تو سپاسگزارم. ولی اگر من اینجا ظاهر میشم برای اینکه زبان میلیون ها انسانی هستم که این استبداد کمرشون رو خورد کرده و بنابراین من وظیفه انجام میدم. سپاسگزارم از این قدر شناسی شما و این زبان شما همیشه گویا باد. از شما سپاسگزارم. پاینده و سرفراز باشید. دوستان عزیزم، تا برنامه دیگری از فراسو، شما رو به دست پر امید دموکراسی خواهی، به دستان پر از امید و آرزوی خودمون میسپارم. تا
پاینده و سرفراز باشید و به امید استقرار دموکراسی و داد در جامعه.